السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه از چینل هوشمند آی تی. فصل سوم هستیم، مضمون شبکه دو. خب فصل سوم ما راجع به پلانینگ و نتورک اپگرید است. چطور ما وقتی که نتورک از سطح بلند میبریم یا اپگرید میکنیم این را پلان گذاری کنیم؟ پلان گذاری بلند بردن سطح شبکه. خب در این چپتر شما میفهمید که سای سروی چی است و از کدام تکنیک ها استفاده میکنیم به خاطر سای سروی. نتورک اپگرید چیست؟ کدام موضوعات به خاطر اپگرید کردن یا بلند بردن سطح شبکه در نظر بگیریم؟ موضوعاتی که راجع به بیلدینگ میشه یا فیزیکال توپولوژی یک شبکه میشه اید در نظر میگیریم زمانی که ما نتورک سطح بلند میبریم، و همچنان ساختمان کیبل ها. قابل یادآوری است دوستای عزیز که این چپتر ما فقط یک لکچر می باشه و همچنان بسیار زیاد به صورت خلاصه، به خاطر از این که موضوعات از این چپتر شامل دیزاین نتورک میشه و خود دیزاین شبکه یک سمستر خوانده میشه. از این خاطر موضوعاتی که در اینجا آمده بسیار زیاد خلاصه است. بعضی از موضوعات مخصوصا راجع به کیبلینگ است که شما قبلا این را خوانده بودین و ما یک یادآوری میکنیم. خب بخش اول سایت سروی یا بررسی مکان کستومر. خب قبل از اینکه ما با سایت سروی بریم، ایره شما باید بفهمین که چرا ضرورت به این میشه که ما نتورک اپگرید کنیم. دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اما با صورت عموم اگه ما در نظر بگیریم معمولا یک کمپانی در حالت رشد میباشه. در صورت کمپانی ها سریعا رشد کنه، خدمات از این کمپانی، تولیدات کمپانی و طرز کار از این کمپانی همچنان تغییر می آید. از خاطر از این که تمامی کارهای از این با صورت عموم ارتباط مستقیم داره با شبکه کمپیوتری از این کمپانی، از این خاطر وقتی که پروسه بزنس تغییر میکنه یا پروسه کاری تغییر میکنه، باید شبکه های کمپیوتری هم تغییر کنه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم یک نتورک، ما قبلا در صورتی که کمپانی ما کوچک باشه از ISR استفاده میکنیم، Integrated Service Router. شما ایره قبلا خوانده اند سمسر قبلی که Integrated Service Router شامل سویچ، راوتر و اکسس پوینت میباشه، یعنی قابلیت های سه وسیله در داخل یک وسیله مانده شده. که از طریق از این ما میتونیم هاستا را توسط کیبل وصل کنیم، توسط سیگنال وصل کنیم هاستا را، و همچنان این وسیله کار راوتر انجام بده. اما واضح است که این وسیله نسبت به وسایل شبکه های کمپیوتری بزرگ قابلیتش یا سرعتش کمتر می باشه. این وسیله به خاطر شبکه های کوچک کمپیوتری ساخته شده برای کمپانی های کوچک. خب وقتی که نتورک ما یا کمپانی ما بزرگ شوه، تعداد یوزرا طبعا زیاد میشه یا استفاده کنندگان یا کارمندای از این کمپانی، اپلیکیشن ها میتونه زیاد شوه، یعنی ما از شبکه میتونیم سرویس های مختلف دیگر استفاده کنیم. مثلا اگر ما قبلا خدمات ایمیل داشتیم ضرورت میشه، وب داشته باشیم ضرورت میشه، دیتابیس داشته باشیم و همچنان سیستم های دیگه از الکترونیکی، از این خاطر ما ضرورت داریم با وسایل بیشتر. ما ضرورت داریم که سویچ داشته باشیم، ما ضرورت داریم که پرنت سرور داشته باشیم یا سرورهای مختلف دیگه، ما ضرورت داریم که آیسا داشته باشه و هم اکسم راوتر جداگانه، و همچنان خدمات نتورک از طریق وایلس ما برای استفاده کنندگان ما یا کارمندای ما فراهم بسازیم، و همچنان از طریق کیبل. از این خاطر وسایل زیاد به ضرورت است، و همچنان کنترل از این، چون نتورک بزرگ میشه کنترلش همچنان سختتر میشه. به خاطر از این ضرورت است که ما باید سطح یک شبکه را بلند بسازیم، بس بلند ببریم یا اپگرید کنیم. به صورت خلاصه ای که وقتی نتورک، وقتی کمپانی ما تغییر میکنه، وقتی کمپانی طرز کارش، پروسه بزنسش تغییر میکنه، واز تعداد کارمندا اضافه میشه، سرعت شبکه پایین میآید، قابلیت شبکه پایین میآید، خاطر ما ضرورت داریم که بخشای دیگری را در شبکه اضافه کنیم. خب سایت سروی چی است؟ سایت سروی خودش به مفهوم ازی است که ما بریم سایه کمپانی که نتورک ضرورت داره به حیث
یک ISP یا به حیث کمپانی که نتورک دیزاین میکنیم بریم ساحه از ایره بررسی کنیم. چی را بررسی میکنیم؟ معمولا سیستم از قبل یا نتورک که از قبل وجود داره ما ایره باید بریم داکومنت کنیم، بررسی کنیم، تمام جزئیات شو باید بفهمیم. خب به صورت خلاصه سایت سروی ضرورت داریم. در سایت سروی که دو چیز عمده را باید بفهمیم، یکی قبلا ما در ساحه کستومر کدام موضوعات داریم و همچنان چی ضرورت است در آینده که ما او را بالای از این شبکه اضافه کنیم و یا کدام تغییرات بالای شبکه بیاریم. خب وقتی که ما سای سروی را انجام میتیم، موضوعات یکی از مثالاش میتونه باشه که ما تعداد یوزرها را یا تعداد هاستها را باید بفهمیم، در اینجا یادداشت بگیریم کدام خدمات و کدام وسایل استفاده میکنن، اینترنت با چه شکل استفاده میکنه کستومر ما و همچنان وسایلی که از قبل در این شبکه وجود داره و به ما ضرورت است که در شبکه جدید وقتی ما اپگرید میکنیم او را استفاده میکنیم، یا باید یادداشت شوند یا داکومنت شوند. ضرورت های وایرلس داکومنت شوند. ضرورت هایی که ما به خاطر امنیت شبکه داریم یا با چی سطح برای شبکه کامپیوتری امنیت ضرورت است این را باید داکومنت کنیم و همچنان کدام اپلیکیشن ها را این نتورک باید استفاده کنند، مثلا وب سرور میتونه باشه، ایمیل سرور، پرنت سرور، فایل سرور، اکتیو دایرکتوری و هر سرویس دیگه که باشه باید اونا را ما یادداشت بگیریم و بفهمیم که کستومر ما یا کمپانی که باش نتورک دیزاین میکنیم از کدام اپلیکیشن ها ضرورت داره و در آینده میخواه استفاده کنه. خب در این جدول بعضی از مثال ها آمده، مثلا تعداد یوزر ها میتونه 19 دانه، قبلا 19 دانه است. خب وسایل را که ما به سرویس پرووایدر داریم اینا از دیستل استفاده میکنن و همچنان در اینجا فایروال وجود داره، یک اینتگریتد فایروال. لوکال سرور ما فقط فایل سرور است از قبل و همچنان ویب سرور و ایمیل سرور موجود نیست که در آینده ضرورت میشه. اپلیکیشن ریکوایرمنت ما مثالش میتونه ای باشه که از کدام اپلیکیشن ها استفاده میکنیم، مثلا ورد، اکسل و همچنین گرافیک اپلیکیشن، همچنان اینا قبلا استفاده میکنن ضرورت دارن که آی پی تلفون یا تلفون های شبکه های کامپیوتری را اضافه کنن و از طریق از این شبکه خود زنگ بزنن. خدماتی که به میدیا ارتباط میگیره، وایرد و وایرلس، ضرورت میشه که دوش باید در شبکه استفاده شوه. چند دانه دسکتاپ دارن در اینجا گرفته شده که مثلا 15 دانه کامپیوتر دسکتاپ هسته. چند دانه پرینتر دارن، کدام پرینتر موجود نیست. چند دانه لپتاپ دارن، 4 دانه لپتاپ. و چقدر مثلا ساحه وایرلس از اینا می باشه، اینجا گرفته شده که 15000 فوت مربع. خب بعضی از مثال هایی هست که در اینجا ما ضرورت داریم وقتی که داکومنت میکنیم بفهمیم که این موضوعات شامل داکومنتیشن ما بسازیم. خب این یکی از مثال هایی هست که قبلا ما ریکوایرمنت گفتیم و آلی اگر ما فیزیکال توپولوژی از این یا دیزاین فیزیکی از این نشان بتیم در اینجا نشان داده شده. چهار دانه مثلا لپتاپ، تعداد دسکتاپ ها، فایل سرور و همسن فایروال و جزئیات دیگه. یکی از موضوعات مهم به خاطر سایت سروی نتورک توپولوژی می باشه. نتورک توپولوژی یعنی نقشه از نتورک میگن، ضرورت از بایی که ما داکومنت کنیم. نتورک توپولوژی میتونه با دو شکل باشه، یکی ما فیزیکال توپولوژی داریم که نقشه فیزیکی خود تعمیر نشان میده و در این نقشه فیزیکی وسایل در کدام موقعیت قرار میگیرن. ساحه وایرلس ما، کیبل ما باید در کجا نصب شوه، سویچ در کجا نصب شوه، راوتر در کجا نصب شوه، اکسس پوینت در کجا نصب شوه، وایرینگ کلوزت در کجا در نظر گرفته شوه یا تلکامیکیشن روم و هم قسم تمام جزئیاتی را که ما داریم نقشه را در نظر میگیریم، اتاق ها است، دیزاین کیبلینگ، وسایل موقعیتشان و تمام از این چیزا را. به صورت عمومی موضوعات میگن فیزیکال توپولوژی. و علاوه از این لوجیکال توپولوژی داریم. لوجیکال توپولوژی به صورت خلاصه نشان میده که معلومات در داخل نتورک چطور تبادله شوه و همچنان به بیرون چطور روان شوه.
مثلا یکی از مثال های سادهش میتونه باشه ای که راوتینگ چطور صورت بگیره. چندین راوتر بین همدیگه از کدام پروتکل استفاده کنند، به شکل معلومات انتقال بدن، وسایل چی نوع نام داشته باشه و همچنان کدام نوع آی پی آدرس ها را و کدام کلاس ها را استفاده کنند. خب به طور نمونه در اینجا اگر ما فیزیکال توپولوژی را در نظر بگیریم، ما میتونیم در نظر بگیریم که فایل سرور های ما در کجا باشه، چه قسم به سویچ وصل شوان اینا، تمام بخش ها یا دفاتر مختلفی که ما در داخل کمپانی داریم چه قسم باشه، کیبل ها از کدام موقعیت از دیوار بگذره، وال جک ها در کجا نصب شوه و غیره. در اینجا ما داریم صنف 1، صنف 2، صنف 3. در اینجا وسایلی که در نظر گرفته شده و همچنان کیبل ها در هر صنف. ادمین آفیس داریم، در یک قسمت وسایل است و همچنان ما سرور روم داریم که سرورهای مختلف ما میتونه در اینجا باشه، بس و چطور وصل شوه و اینا بالاخره تمام شون به راوتری که ما رو به اینترنت وصل میکنه یا به نتورک بیرونی با اس پی ما وصل میکنه در کجا باشه. موقعیت وسایل به صورت عموم وقتی که ما در روی نقشه فیزیکی نشون بدیم اینا میگن که فیزیکال توپولوژی. لوجیکال توپولوژی مثال عمدهش این است که از کدام نوع پروتکل ما استفاده کنیم به خاطر انتقال معلومات. مثلا یکی از مثالاش میتونه این باشه که معمول است که پروتکل ایدرنت به خاطر انتقال معلومات به در سویچ استفاده میکنن و مثلا در راوتر کدام پروتکل استفاده کنیم، چی نوع استرکچر از آی پی آدرس ها و یا کلاس ها را استفاده کنیم برای هر کدام از اینا. خب زمانی که ما داکومنتیشن انجام میتیم یا جمع‌آوری معلومات انجام میتیم راجع به یک وسیله مخصوصا یا راجع به هاستا، ما قبل از اینکه نتورک اپگرید کنیم باید بفهمیم که در نتورک موجودی کدام موضوعات شامل است، مخصوصا هاستا و وسایل نتورک در اینجا داکومنت شو باید. خب جزئیات داکومنتیشن برای هاستا یا کامپیوترهایی که استفاده میشه مثل سرور، مثل دسکتاپ و لپتاپ و همچنان وسایل نتورک مثل راوتر، سویچ، اکسس پوینت و مثل فایروال، کدام موضوعات ما باید در نظر بگیریم، نام از اینا باید داکومنت شوه، موقعیتشون داکومنت شوه، از کدام کمپانی است و مدلش، کدام سیستم عامل اینا استفاده میکنن، چی نوع آی پی آدرس در استرکچرش یا کلاس هایش استفاده میکنن، به شکل اینا وصل شدن و همچنان معلومات امنیتی از اینا باید داکومنت شوه. بخش دوم ما نتورک اپگریدز است. وقتی که ما نتورک می خواهیم اپگرید کنیم و یا یک قسمی بگویم، اگر ما بخواهیم یک سیستم نتورک اثر دیزاین کنیم، ضرورت داریم که مراحل یا استپای معیاری را در نظر بگیریم. خب به صورت عموم میتونه 5 مرحله باشه. مرحله اول ما این است که ما معلومات باید جمع آوری کنیم، معلومات باید قسم قبلا گفتیم تعداد یوزرها را، کدام سرورها استفاده شوه، کدام اپلیکیشن ها استفاده شوه، سرعت اینترنت چقدر باشه، آیا از وایرلس و وایرد از دوش استفاده شوه یا یک داشت، تمام از این معلومات و جزئیاتش داکومنتیشن میشه یا جمع آوری میشه. مرحله دیگه سلکشن اند دیزاین داریم. ما نظر بر ریکوایرمنت که جمع آوری کردیم یا داکومنتیشن کردیم، میاییم دیزاین از نتورک ایجاد میکنیم، فیزیکال توپولوژی شه و لاجیکال توپولوژی شه و همچنان در این مرحله تکنولوژی ها را به خاطر ضروریت های از کستومر ما در نظر میگیریم یا انتخاب میکنیم، کدام وسایل به خاطر یک ضروریت مشخص در نظر گرفته شوه و یا کدام سرور، کدام اپلیکیشن. مرحله بعدی ایمپلمنتیشن است که ما دیزاینی را که ایجاد کردیم، فیزیکال توپولوژی و لاجیکال توپولوژی را، این را بیاییم تطبیق کنیم. ما باز اون مرحله دیگه است که نتورک عملا کار میکنه و استفاده میشه، این را در اختیار کستومر ما قرار بدیم که از این شبکه استفاده کنه مشتری ما. و مرحله آخرش این است که ریویو اند ایوالویشن، ما باید دیزاین ما را بریم مرور کنیم، بررسی کنیم و همچنان سرعت یا پرفورمنس نتورک را که ما اپگرید کردیم این را بررسی کنیم که آیا مطابق با ریکوایرمنت که ما جمع آوری کردیم یا ضروریاتی را که ما جمع آوری کردیم آیا کار میکنه این شبکه و یا نمیکنه. خب آره، میاییم هر یکی از این مرحله را با جزئیاتش تشریح میکنیم. مرحله اول ما gathering requirement است یا جمع آوری معلومات. خب ما معلومات یا ضروریات کستومر را تمام شد داکومنت میکنیم و اینا را بعد از او تحلیل تجزیه میکنیم. خب
به خاطر جمعآوری معلومات تکنیک های مختلف استفاده میشه. یکی از تکنیک ها به نام ابزرویشن است. ابزرویشن سیستم موجودی، یعنی سیستمی که قبلا وجود داره یا نتورک قبلا وجود داره، ما اون تمام چیزایش رو بررسی میکنیم. قبلا گفتیم که فیزیکال توپولوژی نتورک رو باید ببینیم، لاجیکال توپولوژی رو ببینیم، وسایلش رو ببینیم، تعداد هاست داره، تمام جزئیاتی که در سیستم قبلی وجود داره، اینا به نام ابزرویشن میگن. این تکنیک روش دیگه به نام اینترویو است که ما میتونیم بخش های مختلف از یک کمپانی را بریم مصاحبه کنیم و از اینا سوال جواب کنیم، معلومات از اینا بگیریم. میتونیم کوشنر تهیه کنیم، یک از طریق های دیگه جمع آوری معلومات است. سوال ها را تهیه میکنیم، سوال ها نظر به پوزیشن هر یک از کارمندی را که ما اینترویو میکنیم یا سوال ازش میپرسیم باید باشه. مثلا کسایی که آی تی هستن سوال به نظر برشتهشان پرسان میکنیم، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن نظر برشتهشان، و همچنان میتینگ میتونه در نظر گرفته شه. ما جلسه بگیریم با تمام کارمندا و از صحبت کنیم بالای از یک نتورک که ما اپگرید میکنیم به شکل باشه، کدام ضروریات جدید ضرورت است و کدام مشکلات فعلا ما داریم. مرحله بعدی سلکشن اند دیزاین است. زمانی که ما معلومات جمع آوری کردیم، مطابق با معلومات جمع آوری شده ما میریم ضروریات را کاتگورایز میکنیم و همچنان نظر به هر ضرورت ما میتونیم تکنولوژی مشخص را تعیین کنیم تا اینکه همو ضرورت یک تکنولوژی رفع کنم. خب قابل یادآوری است که در قسم در بخش سلکشن اند دیزاین یکی از موارد مهم ایجاد کردن پروتوتایپ شبکه میباشه. یعنی ما نمونه شبکه را میریم ایجاد میکنیم، تست میکنیم، بعد از اون ما میتونیم بریم به مرحله سوم که عبارت از تطبیق است. خب قبل از اینکه ما به مرحله تطبیق بریم، نظر به دیزاینی که ما ایجاد کردیم، این باید یک نمونه شب سازیم در محیط مجازی. شما میفهمین که ما میتونیم از سیسکو پکت تریسر استفاده کنیم، یک محیط مجازی است که معمولا به خاطر ساختن نمونه شبکه یا پروتوتایپ استفاده میشه و همچنان کمپانی سیسکو ایره به خاطر آموزش ساخته که شاگردها چون در خانه وسایل ندارن تا اینکه بتونن عملی کار کنن، بالای از این محیط مجازی میتونن کار کنن. سافت‌ویر دیگه از به نام جینستری. جینستری محیط نسبتا خوب داره نسبت به پکت تریسر و معمولا به خاطر مجازی سازی شبکه‌های کامپیوتری یا ساختن نمونه شبکه‌های کامپیوتری زیادتر استفاده میشه و در سطح دنیا مخصوصا محققین از این زیاد استفاده میکنن. و همچنان یکی از سافت‌ویرهای دیگه است که به نام نتورک سیمولیتر یاد میشه یا NS، نمونه های مختلف داره، مثلا جدیدترین ورژنش نتورک سیمولیتر 3S. خب ما میتونیم به خاطر ایجاد کردن پروتوتایپ یا نمونه شبکه از این سه سافت‌ویر استفاده کنیم. قابل یادآوری است که جینستری یک سافت‌ویر بهتر است چون محیط مجازی را کوشش شده در اینجا که به حقیقت زیادتر ایجاد کنن. یا اگر ما تفاوت پکت تریسر و جینستری را بگوییم، خود پکت تریسر یک سیمیلیتر است و جینستری ایمیولیتر. ایمیولیتر ها معمولا از ریسورس وسیله مستقیما میتونن استفاده کنن، سیمیلیتر ها با استفاده از سیستم عامل. از این خاطر جینستری نتیجهش نسبتا بهتر است از پکت تریسر کردن. اگر شما به خاطر آموزش استفاده میکنین، این خوب است که از پکت تریسر استفاده کنین. و اگر شما کدام پروژه را کار میکنین یا تحقیق میکنین، معمولا از جینستری استفاده شوه و یا نتورک سیمیلیتر استفاده شوه بهتر است. خب بعد از اینکه ما پروتوتایپ شبکه را ساختیم، میرسیم به مرحله ایمپلمنتیشن. نظر به فیزیکال دیزاین و لاجیکال دیزاینی که ما داریم یا فیزیکال توپولوژی و لاجیکال توپولوژی، ما میتونیم که وسایل ما را نصب کنیم و بعد از او بریم نظر به لاجیکال دیزاین بریم عیارسازی یا کانفیگریشن انجام بدیم. یعنی مرحله ایمپلمنتیشن مرحله نصب است، وسایل باید در تعمیر نصب شوه، کیبل ها نصب شوه، وال جک تمام جزئیات نصب شوه و بعد از او نظر به لاجیکال توپولوژی ما بریم وسایل عیارسازی کنیم و آماده به کار بسازیم. و مرحله چهارم میرسیم که مرحله چهارم عبارت از امی است که نتورک باید به صورت لایف یا زنده کار کنه و خدمات ارائه کنه. خب خود از این مرحله اپریشن میتونه بر 15 روز یا یک ماه یک مرحله امتحانی برای کستومر باشه تا اینکه اینو جزئیات و مشکلات یاداشت کنن و ما بریم حل کنیم. از این خاطر مرحله بعدی وقتی که ما کارهای ما را تکمیل میکنیم ریویو اند ایوالویشن است. دیزاین را که ما ایجاد کردیم باید مرور کنیم، ببینیم که مطابق با ریکوایرمنت از کاستومر ما است یا نیست و همچنان وقتی که ما تطبیق کردیم
عملا شبکه را ایجاد کردیم، اینه بررسی کنیم که از نگاه سرعت، از نگاه امنیت و از نگاه از ای که خدماتش درست کار میکنه و یا نمیکنه، تمام از این جزئیات بررسی میشه. قابل یادآوری است که این مراحل با صورت خلاصه تشریح شده. اگر ما بخواهیم تمام جزئیات از این مراحل بفهمیم، باید به سمستر بعدی برسیم که یک سمسترهای ما نتورک دیزاین میباشه که تمام از این مراحل با جزئیاتش در اونجا عملا کار میشه و همچنان تشریح میشه. در بخش سوم از لکچر راجع به فیزیکال توپولوژی ما معلومات میتیم یا یک اندازه بیشتر فیزیکال توپولوژی را تشریح میکنیم، به خاطر از اینکه ما چطور نتورک بتونیم اپگرید کنیم. خب اولین مرحله در دیزاین امی است که ما نتورک قبلی را بریم جزئیات شبیه بینیم و همچنان این نتورک کدام وسایل داره و چی نوع استرکچر از کیبلینگ داره، که شامل یکی از موضوعات مهم در این توپولوژی ما به نام MDF یاد میشه یا مین دیستریبیوشن فسیلیتی. خود مین دیستریبیوشن فسیلیتی نام های مختلف داره، ما میتونیم بگوییم تلکامیونیکیشن روم یا وایرینگ کلازت، اما قسمتی که یا همو اتاقی که وسایل آی تی در اونجا گذاشته میشه او را ما میتونیم بگوییم که مین دیستریبیوشن فسیلیتی یا MDF، که معمولا وسایل نتورک در اینجا میباشه مثل راوترز و اکسس پوینت سرورا و غیره، و همچنان MDF میتونه بعد نتورک های کوچک معمولا با یک ISP ما را وصل کنه یا شبکه ما با ISP برای وصل شوه. خب استرکچر از کیبلینگ میبینیم که کیبل ها چی نوع نصب شدن، چه قسم با اتاق ها رفتن و همچنان وصل چطور با هم دیگه وصل کردن، و همچنان نقطه مهم دیگه به نام IDF است. خود IDF هم یک تلکامیونیکیشن روم یا وایرینگ کلازت می باشه، در اینجا وسایل نتورک وجود داره ولی کوچکتر از MDF می باشه، و چندین دانه IDF در داخل یک منزل یا در داخل یک منزل میتونه به یک MDF وصل شوه. یعنی ما یک قسمی داریم که اول به مکمل منزل یک تلکامیونیکیشن روم یا اتاق IT و اصطلاح عام یک MDF داریم، و همچنان اگر این منزل ما بزرگ باشه در هر بخش ما میتونیم IDF های مختلف ایجاد کنیم و این IDF ها وصل شوند به یک دونه MDF. کمپانی آیزو که زیادتر کار میکنه بالای استانداردسازی از وسایل نتورک، اصلاحات MDF و IDF هایی میتونه که به اشکال مختلف بگویه، یعنی نامای دیگر برش مانده. اگر شما بیلدینگ دیستریبیوتورز میشنوین مفهوم MDF میتر و یا فلور دیستریبیوتور اگر ما بشنویم، همچنان این مفهوم IDF میتر نظر به اصطلاحی که کمپانی آیسو استفاده میکنن زون. خب اگر ما یک نقشه بیلدینگ ببینیم بخاطر که شما واضح بفهمین که MDF چی است و IDF چی است، ما میتونیم در مکمل منزل یک تلکامیونیکیشن روم داشته باشیم که در اینجا وسایل شبکه باشه مثل سرورها، مثل راوتر، سویچ و غیره، و از اینجا کیبل ها بره به اتاقهای دیگه یا به قسمت های دفاتر دیگه، کیبل ها از اینجا بره و وسایل ما را یا کارمندای ما را وصل کنه. تمامی کارمندا از طریق کیبل ها یا والجک ها و یا وایرلس با وایرینگ کلازت یا تلکامیونیکیشن روم در یک منزل وصل میشن. اگر این منزل بزرگ باشه ضرورت میشه که باز ما IDF هم ایجاد کنیم، یعنی اتاقای کوچک در نزدیک دفاتر ایجاد کنیم تا ای که با سهولت بتونن این دفاتر مختلف وصل کنن و بالاخره تمامی IDF ها به یک MDF وصل شوند. خب حالا اگر ما نظر به یک تعمیر ببینیم، در هر منزل ما یک وایرینگ کلازت میتونیم داشته باشیم، یعنی یک MDF ما میتونیم داشته باشیم، MDF به منزل اول، به منزل دوم، به منزل سوم، و اینا با همدیگه در هر منزل وصل میشن از نگاه دیزاین، و اگر ضرورت باشه در عین منزلی که ما در نظر گرفتیم چندین دانه IDF می داشته باشیم. یا با صورت خلاصه امی تلکامیونیکیشن روم است که تمامی کارمندارا در یک منزل مشخص به نتورک وصل میکنه و اینا تمامشون با یک MDF وصل میشه، MDF با MDF دیگه به منزل دیگه وصل میشه و MDF به منزل دیگه به MDF وصل میشه، و همین سیمینا میتونه کارمندا را وصل کنه و بالاخره خود از این MDF ها که از یک قسمتش میتونه به سر بام به ساتلایت ما وصل شه یا به تاوی ما، و یا اینکه نظر به ضرورت بسیاری وقتا میتونه اینا به همو فایبر نوری وصل شوند تا اینکه ما سرعت بیشتر داشته باشیم.
در بخش چهارم از این لکچر ما ساختمان کیبلینگ میبینیم. خوش ما قبلا خواندیم که ما انواع مختلف از کیبل ها را میتونیم استفاده کنیم. در شبکه یک خوانده شده بود، در اینجا ما به صورت خلاصه یک یادآوری میکنم و بعدا باز ما موضوع اپگرید میریم که این موضوع یا کیبلینگ کانسیدریشن چی ارتباط و بلند بودن سطح شبکه میداشته باشه. یک نوع کیبل ما قبلا خوانده بودیم که به نام STP یاد میشه، Shielded Twisted Pair. Shielded Twisted Pair این کیبل های نسبتا قیمت هسته و مقاومتشان به انترفرنس ها بیشتر می باشه و همچنان قیمتشان بلند هسته و همچنان سرعتشان بیشتر است، ولی کیبل زیاد معمول نیست که استفاده شوه. نو دیگه کیبل ها داریم به نام UTP Unshielded Twisted Pair. اینا پوش اضافی ندارن، به خاطر از این Unshielded گفته میشه، و STP پوش اضافی دارن. خب اینا نسبتا قیمتش پایین تر می باشه نسبت به STP و همچنان در مقابل تداخلات بیرونی اینا مقاومتشان کمتر است. کیبل STP و یا UTP که یک نوع کیبل می باشن و تنها تفاوتهای خاص خود دارن، اینا به صورت معمول هاسته را به سویچ وصل میکنن و همچنان می تونه سویچ را به راوتر وصل کنن، سبر ما را بتونه به راوتر وصل کنه. کوکسیال کیبل زیادتر وقتها به آنتن ما استفاده میشه. آنتن یا تاوی را که ما در سر بام معمولا میتونیم داشته باشیم، او تاوه را به مودم ما وصل کنه. ما کوکسیال کیبل را در اونجا استفاده میکنیم. خوب از نگاه استفاده که ما بگویم، و همچنان فایبر نوری میتوند در بیرون از نتورک استفاده شود و یا در داخل نتورک. خب به صورت عموم ما گفته بودیم قبلا در شبکه یک که قسمت هایی از نتورک ما زمانی که به صورت بیشتر ضرورت دارن، ما در قسمت فایبر نوری را استفاده میکنیم. مثلا چون از سرور تمام کارمندا استفاده میکنه، ما سرور را میتونیم به سویچ وصل کنیم توسط یک کیبل فایبر نوری، یا بین راوتر و سویچ معلومات زیاد تبادله میشه، بین دو راوتر میتونه معلومات زیاد تبادله شوه. از این خاطر به خاطر وصل کردن سویچ به راوتر و یا چندین سویچ بین هم دیگر، راوترها به راوترهای دیگه، میتونه فایبر نوری استفاده شوه. زمانی که ما کیبل در نظر میگیریم، استفاده کیبل باید بفهمیم که در ما با چه شکل در ساحه کاری که کارمندا معمولا کار میکنه در اونجا در نظر باید گرفته شود، در تلکامیکیشن روم باید در نظر گرفته شود. او قسمتی که زیادتر سرعت بیشتر ضرورت است یا بکبون ایریا، و ای قسمتی که دیستریبیوشن ایریا است یا امو منزلا را با هم دیگه وصل میکنن، یا از این قسمت میتونه کارمندا وصل شوند. اینی ما چهار موضوع باید در سیستم کیبلینگ در نظر گرفته شوه. در شکل نشان داده شده که معمولا والجک ها یا همون ساکت های اینترنتی که ما میگیم، اینا در دیوار نصب میشه. از طریق کیبل ای با یک پش پنل در داخل تلکامیکیشن روم وصل میشه. چندین دانه کارمند، صدها کارمند، بالاخره کیبل هایشان از دیوارشان میره به پش پنل. پش پنل به سویچ ما وصل میشه و سویچ ما میتونه به دیگه تلکامیکیشن روم وصل شه، و که قسمت ما به سرعت بیشتر ضرورت داریم، از این خاطر ای را بکبون میگیم. و همچنان خود از این کارمندا کامپیوترشان یا هست ما توسط یک پچ کیبل یا کیبل های عادی که TP و یا STP می باشه به والجک وصل میشه. خب این فصل ما در اینجا ختم میشه، بسیار زیاد خلاصه بود. اگر شما سوال و یا مشکل دارین میتونین به فیسبوک ما وصل شوین. ویدیو خوشتون آمد، لطفا به چنل ما سابسکرایب کنین و لایک کنین. همچنان این ویدیو را با دوستایتون شیر کنین تا ای که همگی بتون از این ویدیو بهره ببره. قابل یادآوری است که وزارت تحصیلات عالی اخیرا یک سیستم جدید به نام HELMS ساخته و شما میتونین ویدیو را از اونجا به دست بیارین. ما با یوتیوب به نام چنل هوشمند آیتی را اپلود میکنم، میتونید استفاده کنین. و مخصوصا محصلین عزیز ما را میگم که باید وصل شوند به سیستمی که وزارت تحصیلات عالی اخیرا بر ما معرفی کرده. او را امیدوار هستم صحتمند باشین. خدا نگهدار.